صبح بخیر ایران. بعد از این قطعه‌ای که معمولا پخش میشه، من همش فکر میکنم فقط باید همین کلمه صبح بخیر ایران رو به کار ببرم، چون هم با انرژی و هم معنادار. صبح بخیر ایران، صبح بخیر شما بینندگان محترم. یه چیز تلویزیون ما کمه، نه بذار بگم یه چیز تلویزیون ما کمه به اضافه بقیه چیزای دیگه‌اش که کمه و اونم طنزه، که ما هم به وسع خودمون و بر حسب میزان مسئولیت خودمون میخوایم اونو تأمین بکنیم، ولی خب شاید نتونیم. بالاخره اگر راحت بود دیگران کرده بودند، فراوانتر بود. منظورم بخشای طنز، بخشای شیرین، سخته. از جمله از جناب آقای احسان مادی ما دعوت کردیم که این کار رو با هم شروع بکنیم و ما حس میکنیم که چقدر سخته. خیلی خوش آمدی احسان. سلام، صبح بخیر میگم. عرض کنم که احتمالا الان یه سری از بیننده ها نشستن پای تلویزیون و منتظرن که ما به این اون یه تیکه بندازیم و احتمالا قاه قاه بخندن. آره که فکر نمی کنم بتونی. آره من واقعا همچین کار راحتی نیست. آره. اگه میگفتم اگه بلد بودند و راحت بود که ده نفر قبل از ما انجام داده بودن. بله من واقعا براشون متاسفم، چون اولا که خب اصلا چه کاریه به این و اون بخندیم ما، چون ما باید یاد بگیریم که به نظر با هم بخندیم نه که به هم بخندیم. بله به خودمون راحت تره. بله و غیر از اون این هفته هفته خیلی خوب و جدی و پرکار و بی‌تنشی بوده و معمولا وقتی اینطوریه ما برای پیدا کردن چهرهای بانشات هفتمون دوچار مشکل میشیم. آره واقعا یه کمی داستان پیدا میکنیم، مثل اون سلمونی که میگفت وقتی که سر ما شلوغه سر بقیه خلوته. یه همچین اتفاقی میفته. میبینی اصلا همین اولش هم خیلی بامزه نمیشه. همه چی داره روی بیمزه. حالا ما چیزایی که پیدا کردی چیه؟ آره ما این هفته چیزایی که میشه در موردشون حرف زد، گوجه فرنگیه. خیلی جالب. خب آره صحنه شوالیه است. میدونم کدوم شوالیه رو میگی. بله یک مسیر انحرافی داریم. مسیر انحرافی به کجا منتهی میشه؟ یه بحثی در مورد تئوری اعداد بزرگ داریم. آها خب علمی هم که هست برنامه. آره یه نشان سرخ دلیری داریم. چه نشان فراوان داری توضیح میدی امروز؟ و یکی هم در مورد ببرهای پوتینه. حالا شما کدومش رو دوست دارین آقای میلانی در موردش صحبت کنیم؟ گوجه فرنگی رو اول تکلیفش رو روشن کنیم، چون معاملات صبحانه به اون وابسته است. بله بسیار خب، چون گوجه فرنگی الان یک آیکون سیاسی شده در کشور ما و ما چون خیلی دوست داریم که در محدوده خطوط قرمز حرکت کنیم، قرمزی گوجه فرنگی رو هم بهش ربط دادیم، رفتیم سراغ این آیکون سیاسی. من یادم هست که چند سال گذشته تو تلویزیون هم دیدم که یه مقام مسئول محترم دولتی بودن، مجریان، کارشناسان، در مورد اینکه گوجه فرنگی جزء سیفیجات هست یا جزء میوه‌جات هست یا جزء سبزیجات هست، که این نوسان قیمت شما تو کدوم بخش قرار بدیم کنترلش کنیم. بله بحث میشد که تو کدوم حوزه در واقع قرار میگیره و الان نرخ گوجه فرنگی مثل نرخ رشد اقتصادی یا نرخ تورم یا نرخ بیکاری خودش جزء شاخصهای در واقع توسعه اقتصادی محسوب میشه و دولت ها رو بر اساس اون انگار که دارن محک میزنن. میگن که 5 تومن شده، 7 تومن شده، 10 تومن شده، حالا فصل سرد مقدارش کم شده. یه محله هایی هم بودن مثل اینکه ارزون تر بودن که الان رفتن اون محله نیست دیگه. آره نیست واقعا. ولی من فکر میکنم که دلیل نداره انقدر واقعا به گوجه فرنگی گیر بدیم. سعی کنیم که مثلا با فوکوس کردن، تمرکز کردن روی این بحث در واقع یه جور سیانه‌نمایی کنیم. راهکارهایی هم بود. دیروز پریروز یکی از بچه‌ها بود میگفت املت رو تست کرده با موز، ارزان‌تر هم شده به خیلی بهتر. من دیدم 3 تومن موز. آره الان که خیلی ارزان‌تره، ولی با رب هم خوب میشه. فقط رب اولش باید خوب سرخ کنن. خوب که سرخ کنن دو تا تخم مرغ با رب گوجه فرنگ. همینجا میدن معمولا. رب آخر بالاخره تحت ظلم واقع شده همون گوجه فرنگیه. به هر حال ارزان‌تره و ممکنه اون کسی که خیلی نیاز داره به گوجه فرنگی دلش میخواد اون قرمزیش رو ببینه با رب بتونه مسئله‌اش رو حل بکنه. خب غیر از اون مثلا میشه آب میوه‌های پالپدار خورد برای تامین ویتامین سی بدن. ویتامین سی بدن به خصوص الان که هوا سرده، ما احتیاج به ویتامین سی داره بدنمون که جلو سرماخوردگی گرفته بشه. بعضی میگن اصلا میدونی پالپ خودش از یه چیزی مثل نخل گرفته میشه. در حقیقت وقتی پالپ میخوری خرما هم خوردی. بله. حالا یه ذره متفاوته واقعا. و غیر از اونم بعضی میگن خب سالاد شیرازی رو چیکار کنیم یا سالاد فصلمون رو چیکار کنیم. من دیدم که تو یه سری رستوران ها لبوی پخته رو ورق ورق میکنن، یه لایه بنفشی روی سالاد میچینن و اون رنگش حالا قرمزی گوجه فرنگی رو نداره ولی یادآور گوجه فرنگیه و به نظرم دلیل نداره واقعا. ما معمولا تو محدودیت خلاقیت زاده. بله دقیقاً دقیقاً. یکی میگفت که قصه میخوردم که کفش ندارم، یکی دیدم که پا نداشت. ما هم که الان 4 ستون بدنمون سالمه، حالا ان شاءالله چند ماه دیگه هم بهار میرسه گرونی گوجه فرنگی فراموش میشه. بندهای دیگه هم داشتی چی بود؟ عرض کنم که میخواین راجع به ببرهای آقای پوتین صحبت کنیم. بفرمایید. خواهش میکنم. آقای پوتین که میدونید خیلی آدم
باحال و بله باحال و باصفا و اهل طبیعت و ایشون یه بار پریده بوده یه ببری رو که میخواسته حمله کنه به کسی ادب کرده بود. بله الان هم بخاطر اینکه از ببر نمیترسن ایشون 5 قلاده ببر سیبری که در حال انقراض هست به ایشون هدیه شده بود. 2 قلاده رو در کرملین نگه داشتن و 3 قلاده رو رها کردن در مرز بین روسیه و چین. جی پی اس البته بهشون بسته بود که حالا شما خودتون آقای میلانی چون سفر زیاد رفتیم بلدیم و جی پی اس کار چرا فکر میکنید چرا تو اونجا رها کردن؟ یه جور نگهبانیه والا فکر کنم رابطهشون خوبه دیگه، دوست دارن که بیشتر چینی ها و روس ها با هم دیگه نزدیک بشن. ممکنه جی پی اس چرا بستن؟ برای اینکه رد نشن از مرز. منتها یه کمی برای باب کار کردن با جی من خودم خیلی بلد نیستم راستش، یعنی مثلا میبینم که راه میرم اون نقطه آبی تکون میخوره تعجب میکنم دیگه. باب که دیگه جای خودش داره. نه یاد بدی میشه باب خیلی سخته فکر میکنم. یه کمی سخته بله. بالاخره از بعضی هایی که ما سعی میکنیم یاد بدیم سختتر نیست بله. ولی بالاخره به هر حال ولی این ببرا خیلی یاد نگرفتن و دوتاشون به اسم آستین و کوزیا رد شدن از این مرز که حالا از سرنوشت کوزیا ما خیلی خبر نداریم. ولی آستین رفته و در یک روز 2 نوبت به یک گله بز اول صبح حمله کرده و بزهای زیادی رو پاره پوره کرده. البته پاره پوره معمولا برای کاغذ استفاده میشه. بزها رو از هم دریده، از هم گسیخته. بله بله بله. آره شبش یه کشاورز بینوای دیگه بوده، اونم میگه خودش ادعا میکنه که در آغل رو بسته ولی باز آستین جان رفته صدای جی پی اسش هم شنیده. آره دقیقاً رفته و مثلا اینکه اونا خیلی اعتنایی نکردن، فکر کردن حالا یه کسی از همین چیه. آره رئیس فرستاده. آره و رفته داخل آغل بزها و 13 تا بز دیگر رو هم این بار مجدد از هم دریده و گسیخته و این حرفا. مقامات چینی به اون کشاورز بینوا گفتن که با باب که خیلی نمیشه وارد مذاکره شد ولی با پوتین میشه. بله گفتن ما غرامتتو میدیم، مثل این که وزارت کشاورزی چین میخواد که از پوتین غرامتش رو در واقع وزارت کشاورزی روسیه بگیره. حالا ما یه مقداری رو بحث غرامت و اینا کار کردیم، شاید بتونیم به چینیا کمک بکنیم لابلای مریض پرونده اینها رو هم رد کنیم. شاید بشه که اونا زودتر از ما به غرامتشون برسن. بله نکته آخر. بله عرض کنم که راجع به تئوری اعداد بزرگ یه صحبتی بکنیم. آره ببینید 8 آذری که گذشت سالگرد بازی ایران استرالیا بود، 17 سال از اون روز گذشته و تو اون بازی آقای ابراهیم تهامی بعد از 2 گل ایران، بعد از 2 گل استرالیا وارد زمین شدن و بعد از 2 گل ایران بازی خارج شدن. 14-15 دقیقه بازی کردن و عده میگن که این درخشان‌ترین حضورشون در طول مدت بازی حرفه‌ایشونه. این هفته رو آنتن 90 بودن، گفتن که من در یک بازی اون ادعای قبلیشون رو مجدد تکرار کردن. گفتم من در یک بازی 14 تا بازیکن رو دریبل کردم، که خب همه میدونیم که هر تیم فوتبال 11 بازیکن بیشتر نداره، چطور ممکنه یه بازیکن 14 تا رو دریبل کنه؟ از خودیام گرفته. آره نه گفته که من که انقدر سرعت دریبلام زیاد بوده که یه سری که اول دریبل کردم تا برسم به دروازه دوباره برگشتم و اونا رو هم دریبل کردم. آره من یه لطیفه افتادم که 2 نفر داشتن با هم کلکل می‌کردن، یکیشون گفت که پدر من یه گاوداری خیلی بزرگ داره، وقتی میره برای دوشیدن گاوا تا برسه به گاوا آخر گاوا اول میزاد. اون یکی گفت که بابای من یه نردبون داره که میره باش ماه. گفت که بابا اون نردبون به گندگی کجا میذاره؟ گفت میذاره تو گاوداری بابای تو. آره حالا من نمیدونم اینو چجوری میشه وضع کرد به ماجرا آقای تهامی، ولی به هر حال میشه ممانه. بله نکته ایست بالاخره. آره. تجاربه ایست، یعنی دانش جمعی حاصل این تبادل این تجاربه دیگه. بله دقیقا. شما باید درک بکنیم. ببخشید بفرمایید. خواهش میکنم. نکته اصلا فکر نمیکنم نکته بعدی برسه. یه بار دیگه عنوانا رو بشماری. بله خواهش میکنم. عرض کنم که گوجه فرنگی و ببرهای پوتین و تئوری عدد بزرگ در موردش صحبت کردیم. نشان صلح دریلی و مسیر انحرافی و سهمیه شوالیه رو نمیدونم، ظاهرا مثل اینکه فرصت نداریم. اگر مجالی بود بعدا خدمتتون هستیم. ولی جالب بود. ممنون از شما. قربون شما. تشکر.